زندگی تابلوی نقاشی است و شما خود نقاش آن هستید. سلام هموطنان عزیز، روز شنبه شما بیننده‌های عزیز، هموطنان خوب ما در هر گوشه و کنار از افغانستان و یا هم بیرون از افغانستان هستین بخیر باشد. آرزو میکنم زندگی بر وقف مراد شما باشد. با شما هستیم تا دو ساعت در برنامه صبح زندگی و بخش اول برنامه را بصیره حبیبی تقدیم شما کرد. و باز هم مهمانان عزیز امروز در صبح زندگی است. یکی از مهمانای خاص که روی خط اسکایپ با ما میباشند. چه خوب است که بریم اول گزارشی که همکار ما آماده کردن تقدیم شما بکنیم در رابطه با مورد کاهش کشت زعفران در ولایت زیبای بلخ است. گزارش با هم میبینیم، دوباره برمیگردیم. زمین های تحت کشت زعفران یا طلای سرخ در ولسوالی های ولایت بلخ. هرچند این گیاه در سالهای پسین یکی از محصولات مهم و با ارزش زراعت کشور بوده و همواره در جهان جایگاه خاص پیدا کرده، اما امسال برخلاف گذشته حاصلات آن قابل قبول دهقانها نیست. برخی از دهقانها می گویند در جریان سال جاری به علت سردی هوا و خشکسالی حاصلات آن نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است. سکل ورور اصل ورک ده، نه اصل ده، نه خدمت پکی کوو، خشابه پکی کوو، اوبو ورکو، کوټ ورکو، سکل اصل ورک ده ورور. پروس کال خو تقریبا ما دغه نه 200 کیلو ګل اخیستای، ان دا سکل ما دغه نه نیمه کیلو ګل اخیستای. او دا پروس کال هم ډیر اصل نه خو او ښه اصل هم واخیسته، او سکل اصل د منګی چانسته ده، او هغه دیقان کوټه هم پاسمان ده، قربه هم پاسمان ده، قشوه هم پاسمان ده، هیڅ کوم حاصلات موږ ونه لیدل دی جانه نتیجه نشته ده. او دې په دې بدل کې موږ تاسو هیڅ چا کومک هم ونه کړه، هیڅ چا کومک ونه کړه چې تاسو دغه دیقان دغه کښت هم وسه ونه سه، نه چا پوښتنه وکړه، نه په دې کې چا موږ سره کومک وکړه. کاهش حاصلات زعفران دهقانها و دخترانی که در آن مشغول بودند را متاثر کرده است. این بانوان میگویند در سالهای پسین با کار در مزارع زعفران می توانستند در کنار رفع مشکلات اقتصادی تلاش برای خودکفایی نیز داشته باشند. فروزان که در این جمع تنها نانآور خانواده خود است، از همه بیشتر نگران است و از حکومت می خواهد که برای زنها مثل او زمینه کار را فراهم کند. امسال نتونستیم حاصلات خوب را به دست بیاریم، به خاطر از ما کار ما کم شد، چون حاصلات اگر کم شود تقاضای بازار کم شود کارم کم میشه، و از وقتی که حاصلات کم شده ما مدت ده هفته یک روز یا دو روز اینجا حاضر میشیم، اما هفته که ما ماش میگیریم یا ده هفته یک روز دو روز او کفایه روزگار ما نمیشه. در کار باشه درآمد ما خوب در میشه و میتونیم در فامیل ما یک کمک کرده بتانیم. اگر کار اینجا کم باشه ماش ما هم کاهش می‌یابه و روزانه هر روز بیاییم، و اگر کاهش پیدا کنم ما هفته یک بار میاییم، هفته دو روز میاییم. در همین حال برخی از تاجرها نیز از کاهش بازار فروش این گیاه شکایت دارند و از حکومت می‌خواهند که برای این محصول زراعتی بازاریابی کنند. زمینه صادرات در مثلا بر تاجر مساعد بسازن، تاجر رفت آمد داشته باشه، ویزه داشته باشه، مرز باز باشه، ولی محصولات خود با آسانی به بیرون از افغانستان انتقال داده بتونه و طبعا با هر قیمت باشه از دهقان خریداری میکنه، ولی در پهلوی دهقان استاد میشه و دهقان حمایت میکنه. در صورت که مرز باز نباشه ولی مثلا تاجر محصولات خود به شکل درست ارسال کرده نتونه، طبعا هم با این مستقیم ضربه میزنه به دهقان. با این همه ریاست زراعت بلخ با تایید این مشکلات میگوید که در تلاش پیدا کردن راه حلند و تا کنون با شماری از دهقانان نیز همکاری کردند. بله هموطنان عزیز، گزارش از همکار خوب ما نجیب فریاد از ولایت زیبای بلخ در رابطه با کاهش کشت زعفران در ولایت باستانی بلخ. و مهمان خیلی گرامی هم داریم روی خط اسکایپ، سید زین الله عثمانی رئیس عمومی یکی از شرکت های زعفران روی خط اسکایپ با ما وصل شدن. میخوایم بیشتر صحبت های داشته باشیم در رابطه با کاهش کشت زعفران در ولایت بلخ. آقای عثمانی سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدین به صبح زندگی. و علیکم السلام، صبح شما هم بخیر، امید که صدای ما را همه بیننده ها بشنوند و صبح همه بیننده ها بخیر. بخیر و سلامت باشین. صدای شما را میشنوند، چهره شما را هم همگی میبینند. انشالله که شب روز در ولایت زیبای بلخ بخیر بگذره. چطور هستین شما در ولایت بلخ در رابطه با اینکه کاهش کشت زعفران و
بیاین بیشتر بدانیم هموطنان عزیز ما که در کنار شما هست مصروف کاربار در رابطه با زعفران صحبتهای داشته باشه. خدا رو شکر مزار شریف هم به خیر میگذره، ولی مدت چند سالی هست که ما مصروف کشت کار زعفران در ولایت بلخ و خاصا ولایت شمالی افغانستان هستیم. نظر به سالهای گذشته، امسال اگر ما بررسی بکنیم که وضعیت نه چندان خوبی دیاقین عزیز ما داشتن. اگر ما اینا را دو گزینه میتونیم که بررسی بکنیم، یکی سردی سال گذشته بود که اکثریت دیاقین از سردی سال گذشته متضرر شدن ولی اکثریت حاصلاتشان و کشتایشان یخ زد، و دوم دیگه مثلا تغییر اقلیم است که فعلا شرایط را که میبینین امروز تقریبا چند کلسه هسته، در حال هوا نه چندان بارندگی وجود داره و نه دیگه اقلیم تغییر کرده، این باعث شده که دهقان چندان حاصل از زعفران امسال نگرفتن. از کیفیت زعفران بلخ بگوین، نظر به ولایت بوسنی هرات چگونه است کیفیت زعفران بلخ؟ کیفیت زعفران بلخ مثلا خوب است، ولی ما کیفیت با دو گزینه میتونیم اینه مثلا تعیین بکنیم. زیافتر به وابستگی بر سردی و مناطق سرسیر افغانستان مثلا محیط قرار داره یا مثلا می باشه. دوم بستگی به دهقان است. هر دهقان اگر ظرفیت توانایی داشته باشن، مثلا مسلکی باشن، زعفران را به شکل درست جمع‌آوری میکنن، به شکل درست خشک میکنن و به شکل درست نگهداری میکنن. اگر دهقانی که مثلا آموزش ندیده باشه و ظرفیت توانایی مثلا علمیشون بالا نباشه، تجربهشون بالا نباشه، طبعا اونا کشتای مثلا یا مثلا محصولات متوسط تهیه میکنن. چه تعداد از بانوان و آقایان مصروف هستند در بخش زعفران که همراه شما همکاری کردن و همکاری میداشته باشند؟ در ولایت بلخ چندین شرکت مثلا در بخش زعفران فعالیت میکنن و هر شرکت نظر به توانای خودشان در مارکت سهم میداشته باشن. ولی خوشبختانه ما سال گذشته که امروی ما خیلی بانوان تقریبا 200 بانو امروی ما مصروف کشتکار زعفران بود و مصروف جمع‌آوری و پروسس، ولی امسال نظر به کاهش زعفران تعداد از کارمندا کم شده و تعداد از مثلا کارمندای ما همچنان عکس گاهی وقت مثلا وقفه میاین و گاهی وقت هم دوام دار. چه مقدار زعفران برداشت کردین امسال از ولایت زیبای بلخ؟ مقدار زعفران نظر به سالهای گذشته خیلی کم است. اگر در صورت که ما بگوییم مثلا ما 60% کاهش حاصلات در مزار شریف داشتیم و این حاصلات ما مثلا اکثریت دهقان به واسه که امیدوار بسازه و ناامید ساخته. برای برنامه‌های بعدیتون چی هست؟ چی پلان دارین؟ چی برنامه‌ریزی دارین که بتونین نظر به امسالی که گذشت گفتین برداشت ما از زعفران کمتر بود، می‌خوایم خوبتر و بهتر، امکانات چگونه باید فراهم باشه بر شما آقای عثمانی؟ از امارت اسلامی افغانستان خواهش میکنیم که تا یک بازوی بزرگترین بازوی حامی دهقان خود ریاست زراعت است. ریاست زراعت بعد دهقان زمینی قرضه را مساعد بسازن، ولی دهقان روز همه چیز را که از بازار میخرن یک بوجی کد اگر در بازار 4000 افغانی باشد، دهقان او را 6000 افغانی به سال آینده قرض میکرن. ولی از اون که بهتر است که امارت اسلامی افغانستان ولی زمینی قرضه را بر دهقان عزیز مساعد بسازه تا دهقان بتانه که با فکر آرام یک محصول را خودش در بازار مارکت عرضه بکنه. از یک طرف مثلا محصولاتش میگیرم ولی راست میبرم و بازار و مارکت عرضه میکنه، دهقان مستقیم در بازار متضرر میشه. اگر زمینه قرضه را، زمینه حمایه یا کدای تقویتی را بر دهقان مساعد بسازه ولی دهقان از استفاده بکنه، من متأکد هستم دهقان جان میگیره. دوم دیگه مثلا با شرکت ها را حمایه بکنن، زمینه کار را به مردم مساعد میسازه، شرکت های خصوصی، کمپانی ها خصوصی،
اگر اینا را حمایت بکنن، من متأکد هستم خود به خود زمینی کار مساعد میشه. اگر اینا را حمایت نکنن، روز به روز سرمایه از افغانستان فرار میکنه، میره به بیرون، زمینی کار هم در افغانستان مساعد خوب، زمینیش مساعد خوب نخواهد بود. ولی روز به روز به عوضی که ما بر چسب بریم، بر روی به فقر میریم. کوتاه میخوایم در رابطه با صادراتش هم بفهمیم کدام کشور صادرات هم داشتن زعفران بلخ؟ بله، ما اکثریت در بیرون از افغانستان صادرات داریم، مثلا به کشورهای امارات متحده عرب است، بله، سعودیه، مثلا سعودیه است، امریکا است. در اکثریت کشورهای بیرونی ما در سال گذشته خوب صادرات داشتیم و امسال هم خوب است، بد نیست. ولی ناامیدی دهقان ما را کمی ناامید ساخته. سپاسگزار هستم از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. سید زیدالله عثمانی، رئیس عمومی یکی از شرکت‌های زعفران، موفق باشین. به امید پیشرفت های شما هستیم. تشکر لطفتان که شما آمدین صدای ما را صدای ما را به شنونده ها رساندین. موفق باشین. سپاس از شما عزیزا هم که بیننده این بخش بودین در رابطه با کاهش کشت زعفران در ولایت بستانی بلخ. وقفه داریم، بعد از وقفه بخش نبض سلامتی را با ما همراه باشید.